سلام بینندگان محترم و دانشجویان عزیز، با برنامه معماری، شهرسازی و شهرنشینی ایران در خدمت شما هستم. این اولین قسمت از مجموعه برنامه است که من با استفاده از کتاب آقای محمد رضا تقوی نژاد میخواهم همراه شما مروری داشته باشم. در این برنامه ضمن بیان بخشی از تکنیک های معماری و شهرسازی تاریخی ایران و اشاره به تداوم برخی از ویژگی های آن، میپردازیم به شناخت زندگی انسان هایی که در زمانی در این سرزمین زیسته اند و همچنین روابط اجتماعی حاکم بر این عصر را مقایسه خواهیم کرد. تا انتهای برنامه با ما باشین. متشکرم. دوره‌های پیش از تاریخ را به دوره‌های دیرینه سنگی، میان سنگی و نو سنگی تقسیم کردند. مطالعاتی که بر روی انسان در زمینه پیدایش نو و چگونگی تکامل این موجود صورت گرفته است که بر اساس آنها چنین دوره‌هایی را مشخص می‌کند.
معماری، شهرسازی و شهرنشینی ایران. مادها، دهدشها و شهر حکمتانه. دوره های پیش از تاریخ را به دوره های دیرین سنگی، میان سنگی و نو سنگی تقسیم کردند. مطالعاتی بر روی انسان در زمینه پیدایش نو و چگونگی تکامل این موجود صورت گرفته که بر اساس آنها چنین دوره های را مشخص می کنند. با توجه به آثار انسان های پیش از تاریخ، یعنی قبل از اختراع خط، معلوم می گردد که آغاز دهنشینی مربوط به عصر نوسنگی و همزمان با ظهور کشاورزی صورت گرفته. آشنایی انسان با کشاورزی از دو جهت موجبات استقرار او را فراهم کرده است. اولان که کشاورزی رسیدگی دائم به گیاه را طلب می کرد و این امر مستلزم اقامت در یک نقطه بود. انسان از زمانی که اسکان می‌یابد ناگزیر به اجرای مقررات و ضوابط جدیدی می‌شود که حاصل زندگی گروهی و یک جانشینی است. و از این پس تنها او نیست که با ساخته‌هایش به تغییر محیط می‌پردازد، بلکه خود نیز از این ساخته‌ها متأثر شده ناگزیر به تغییر شیوه زندگی می‌گردد. در میان سرزمین‌هایی که آثار زندگی گذشته را در خود حفظ کردند، فلات ایران موقعیت ممتازی دارد. بر اساس مطالعات گریشمن، قدیمی‌ترین محل سکونت بشری که در دشت شناخته شده، سیالک کاشان است. گریشمن معتقد است که به علت وضع طبیعی فلات ایران و پراکندگی جمعیت، پیشرفت و تکامل شهرنشینی در این سرزمین به تأخیر افتاد و جامعه با آنکه از لحاظ خانواده بیش از پیش توسعه یافته بود، قرنها در مرحله ماقبل تاریخی باقی ماند. گذشت از شوش که متعلق به تمدنی غیر ایرانی است، اطلاعات ما تا به امروز درباره شهر و شهرنشینی دوره ماقبل تاریخ ایران از مجموع آنچه که گریشمن در سیالک کاشان بدان دست یافته تجاوز نمی کند. در واقع در دوره مادها و هخامنشیان با همه وسعت شهرسازی ایرانی، اما همچنان نسبت به سایر شهرهای جهان پیشرفته چندانی نداشت. شهرهایی چون منفیس و تب در کنار نیل، بابل و نینوا در ساحل فرات و دجله و موهنجودارو در کنار رود سند. پیدایش مادها و چگونگی استقرار آنها در فلات ایران از نکات پر ابهام تاریخ ایران است و از این رو در بیشتر نوشته های مورخین ایرانی و غیر ایرانی بررسی دوره ماد به اختصار و یا مبتنی بر فرضیات و نظریات متفاوت صورت گرفته است. درباره جامعه ماد در عصر حجر و مصر می توان از روی نتایج حفاری های تپه حصار نزدیک دامغان و تپه گیلان نهاوند و تپه سیالک نزدیک کاشان و گوی تپه نزدیک رضایی داوری کرد. همگی این نقاط در نواحی مرزی ماد قرار گرفتند. قدیمی ترین قشرهای این تپه ها را از لحاظ باستان